تاریخچه کیپای ماینکرافت. کیپای که توسط ماینکرافت به صورت آفیشال و رسمی شروع شد و به پلیرها داده شد، از سال خود 2011 اولین مانیتور ماینکرافت شروع شد و اینجوری بود که با خرید بلیتش برای سال 2011 با وارد کردن یوزرنیمتون به یوزرنیمتون اون کیپو اضافه میکردن. اما سال بعدش شروع کردن بهتون لینک میدادن که حالا مثلا این میخواستی رو اکانت های دیگه میبردشون و کلن همه این داستان ها وجود داشت و همه این اتفاقا بود و بود و بود و بود تا سال 2017 هم کیپای ماینکرافت همه لینک هاش منقضی شد و دیگه نمیتونستید بگیریدشون و همین که کلا ماینکرافت به صورت لایو دیگه پخش میشد، طرفدارا میتونستن از اونجا لایو ها رو ببینن که اولش خورده شور شروع شد و دیگه تا الان که سال 2021 دیدیمش در واقع لایو ماینکرافت و فوق العاده پیشرفت کرد ماینکرافت و هر ساله یه عالمه طرفدار گرفت و کلی ویورهاش هم توی توییتر شرکت کردن برای انتخاب ماب و کلن ماکب خیلی پیشرفت کرد توی این مدت. مثلا که لینک کیپا رو منقضی کردن دیگه، نذاشتن دوباره پلیرا کلیم و این داستان کنن، باعث شد که فقط چند هزار نفر تا الان تو دنیا کیپا ماینکرافت داشته باشن که باعث میشه قیمت اکانتشون فوق العاده بالاتر بره و تا 2-3 هزار دلار رسیده با همون فقط همون کیپ جداشو حساب کنیم. کلا 5 تا کیپ داده شد، 5 تا کیپ ماینکرافت که یکیش کریپر قرمز بود که سال 2011 بود، سال 2012 یه پیکاکسه، سال 2013 یه پیستونه، سال 2014 هیچی ندادن، دقیق نمیدونم چطور و چرا. 2015 پاکا آهنی رو دادن به قول خودمون و سال 2016 هم اندرمن رو دادن که میشه گفت از همهشون بیشتره و از بینمون چند هزار نفر این کیپ اندرمن رو خیلی ها دارنش. به نظر من همهشون خیلی خوشگل و باحالن و خیلی دوست دارم داشته باشمشون. البته که اینا همهشون الاترای جداگانه هم دارن، در واقع تکسچر الاترا هم تغییر میکنن، تغییر میدن تکسچر الاترا رو هم. شما حتی تو کامنتام بگید کدوم که بود دوست داشتید خودتون داشته باشید، من اصلا شو خوشم میاد و حتما هم تا آخر ویدیو ببینید چون قراره یه خبر مهم راجع به این داستان ماینکرافت چیزا بهتون بدم. حالا یه بریم یه خورده توی عمق قضیه اینکه چه زمانی که با راشون به ماینکرافت باز کرد. بعد برگردیم به بتای 1 جایی که ناچ خبر داد که قراره کلوک رو به گیم تو سال 2010 اضافه کنه و البته که بعد چند وقت اسم اون کلوک رو به کیپ تغییر داد، چون کلوک بیشتر حالت یک پارچه میمونه که اینجور دور بدن کلا شخصیت بسته میشه و در اون چیز که ناچ اضافه کرده بود و کلا راجبش فکر کرده بود بیشتر شبیه یک شنل بود و به خاطر همین کلا اسمش رو تغییر داد و گفتش که از اولم اشتباه بود انتخاب کلوک و کیپ گزینه بهتری بود براش. اما ریلیز اصلی و کامل و رسمیش توی ورژن 1.9 بود که البته هنوزم قابلیت کاستوم شدن الاترا رو اون موقع اضافه نکرده بودن، اما به هر صورت وجود رسمیش توی ورژن 1.9 و غیر از کلن اون داستانه کیپای ماینکرافت و کلن کیپای که ماینکرافت بهتون میده، خیلی در کنار این داستان مادا و کلن کلاینت های اومدن که همهشون حالا یه سرشون به صورت پولی، یه سری مادا هم که چون آفلاینن اصلا نیاز به پول نداشته خودتون میتونستید اضافه کنید به ماینکرافتتون که مهمترینش و چی میگم بهش معروفترینش آپتیفاینه که با دونت کردن بهش میتونید کیپا رو بگیرید و یکی از بهترین شاپ ها که بخواید این ازش بخرید نایرو شاپ یه شاپ فوق العاده ایرانیه، هر روز داره پیشرفت میکنه، تخفیفاش فوق العاده باحال خفنن، همین تازگی روی نیترو تخفیف گذاشتن، خوشحال میشم اگر نیترو گرفته ازشون بیاد چند دیسکورد ما رو هم بیاد بوستش کنید، دمتون گرم. و همیشه این شعار داشتن که همه آیتم ها رو توی شاپشون بیارن و یه جوری کنن که برای همه افراد واسه شون استفاده بشه و فقط مخصوص ما گیمر ها نباشه. الان میتونید انواع اشتراک ها و در واقع وی پی ان ها و اینجور چیزها رو ازشون بخرید و حتما پیشنهاد بکنم به شاپشون سر بزنن، لینک دیسکوردشون تو کامنت ها پین شده. راستی سی اوش هم نیوپای آرمالیدرن، دوتا بچه هایی که میشه گفت کاملا شناخته شدن توی کامیونیتی. کیپای ماینکرافت در حال حاضر تنها کیپی که ما میتونیم به صورت رسمی از خود ماینکرافت بگیریم و نیاز نیست هزینه خاصی هم بدیم و یه جوری هم کاملا رسمیه کیپ میگریشنه که حسابی تو چنل راجبش صحبت کردیم، دو سه تا ویدیو هم ازش
گذاشتم کلن از داستان این که مهاجرت میکنی از موجانگ به مایکروسافت، که کلن بیشتر به خاطر اینه که امنیت اکانتا زیاد بشه و دیگه انقدر کم ارزش نباشه مایکرافت، که هر کسی که دوست داره هر ثانیه که میخواد خودش جنریت کنه باش پلی بده. و فوق‌العاده کار خفن خوبیه، مثلا واسه ما مولتی پلیرا که چیتر کمتر میشن، چون قرار نیست طرف خیلی ایزی بری اکانت دیگه به دست بیاره وقتی همه چی روی مایکروسافت و کلا همه داستانو بر هممون بهتر میکنه. غیر از کلا داستان ماینکان کیپ ها و میگریشن کیپ ها، یه سری کیپ ها هستن که خیلی یونیک ترن و معمولا به در واقع ایمپلوی ها و کارمنده ماینکرافت داده شده، که مثلا یکی از خفن ترین و بالترینه کیپ ترنسلیتوره، یا همون مترجم میشه گفت، که واسه کسایی که به ماینکرافت کمک کردن برای تغییر زبان و کلن اضافه کردن انواع زبان ها به ماینکرافت، که بهشون یک کیپ خفن و خوشگل دادن و من خیلی دوست دارم اون کیپو. نمیدونم الانم میتونید استفاده کنید یا نه، اما از چند تا منبع شنیدم که میتونید هنوزم شرکت کنید و کمک کنید به ماینکرافت و موجانگ برای اضافه کردن انواع زبان ها. اما به هر صورت یه سیه که خیلی باحال و خفنه و خیلی یونیکتر هم هست نسبت به ماینکان کیپا و ترشم کمتر. توی دیسکریپشن من باید بگه گذاشتمش لینک ویکی ماینکرافت و در واقع کیپا رو، میتونید برید بخونیدش، خیلی باحاله، من خودم خیلی حال کردم وقتی داشتم میخوندمش. و اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید واقعا خوشحال میشم که چنل رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید، و دمتون گرم که تا اینجا دیدید، واقعا خوشحالم که تقیم کننده بوده براتون. و برسیم به خبر که مخواستم بهتون بدم. امسال 2022 یعنی امسال یه فستیوال انجام شده واسه ماینکرافت که قراره کیپ هم بده، و البته که در اورلاندو برگزار میشه و یه سری میگم فقط برای شرکت کننده هاشه، اما دقیق هنوز هیچ خبر راجبش داده نشده و بیشتر فقط حالا راجب یک فکر و نظر کوتاهه، اما به نظر خیلی چیز باحالیه و باعث میشه خب یک کیپ جدید به ماینکرافت عوض شه. امیدوارم از میگریشن کیپ هم خوشگل‌تر باشه. و آره دیگه، من که ویدیو تماشا کردید حتما توی دیسکورد من جوین شید، اگه دوست دارید با هم دیگه حرف بزنیم و با هم دیگه پلی بدیم. همیشه آخر هفته ها تو دیسکورد میریم تو پابلیک چت و بازی میکنیم با شما. من که ویدیو تماشا کردید تا ویدیو بعدی میبینمتون. پیس اوت.